مرکز حمایوی آغوش بزرگترین مرکز درمان موتادان در سطح کشور است. همکنون بیش از هزار موتاد در این مرکز تحت درمان قرار دارند. مسئولان مرکز حمایوی آغوش می گویند در کنار تداوی جسمی متادان آنان در تلاش بهبودی روان متادان تحت درمان نیز اند. فعال ساختن چندین رشته ورزشی در داخل مرکز بخشی از این تلاش ها است. د والیبال او د بوټبال همدارنګه د بوکس او لغاتې سیستم برابر شوای دی دوی خپل په موبایلو کې الټابېټ سیستم جوړ شوای دی کار روان کړای دی خو نورم مو هله ځل کو د نړیوالو نه د د مرغوطه ادارونو چې په د غرابته د مو سره همکاري وکړي ترڅو د دې رواني وضعیت نور هم ښه کېدو شي په دې خاطر باندې چه د دې مریضې نه د اعتیاد نه ان مکمل خوشوي دي تر څو رواني سیستم نور هم برابر شي ظاهرا ورزش های رزمی نیز مورد علاقه شماری از بیماران است چنانچه روزانه ده ها موتاد تحت درمان در این بخش با ورزش می پردازند ما ورزش میکنم که صحت کامل داشته باشم دیگه از ورزش میتونم یک زندگی بهتری داشته باشم برای ما مواد مخدر سم است یعنی چیسته یک زندگی بسیار مزخرف است که هیچ وقت نمیتونم که خانواده خود زندگی بهتری داشته باشیم حالی که ورزش میتونم از این جسد خود کامل سالم و پیش از حدی که ما دو فکری که دارم که باید ورزش بکنم که ورزش میتونم مرا بیاره پیش به سوی ترقی و پیشرفت زندگی بیرونیم به باور روانشناسان برنامه های منظم ورزشی روند درمان معتادان را کمک می کند. ورزش سطح هورمون استرس کورتیزول را در بدن کاهش میده و اندروفین از بدن انسان خارج میشه و انسان را به سوی خلق و خوی مثبت و خوش میتانه که سوق بته. ورزش منظم در مدیریت استرس انسان ها کمک میکنه و مدیریت استرس باعث میشه که فرد از روی آوردن به ایتیاد و مواجه شدن به ایتیاد و دور بسازه و فرد بتانه که سلامت جسمی و روانی داشته باشه مربیان بخش ورزش مرکز حمایوی آغوش میگویند که این بخش 11 ماه پیش فعال شده با با گذشت هر روز مندی بیماران به شمولیت در برنامه های ورزشی افزایش میابد احمد زکی تلویزیون آشناساد آمریکا، کابل